خالی از لطف نیستش که بریم بریک 147 رنگ یک ایران رو با هم دیگه نگاه بکنیم. علی قراقوزلو فقط یه نکته داره، رنگ یک تقریبا یه چند سالی بین 3 تا بازیکن میچرخه، یعنی بین امیر سرخوش و سیاوش مزینی و علی قراقوزلو. حالا این تایم بعد ببینیم که کی اول بوده تو اون تایم، ولی این سه تا همیشه بین این، یعنی یک دو سه بین این سه نفر هی داره عوض بدل میشه توی سالهای اخیر. اما بریم با هم دیگه ببینیم که این بریک 147 چه شکلی رقم خورده. بریم با هم دیگه نگاه بکنیم. خب بریم با هم دیگه ببینیم که با کی داره بازی میکنه علی قراقوزلو. مجید قراقوزلو برادر عزیزش، دوست خوب من، با اینکه بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. تصویرم که تصویر دوربین مدار بسته است و ببینیم علی این 147 رو چطوری ثبت کرده. پول فاصله پول دست رو ببینین، حداقل 50 سانت. اوکی، یه لانگ شات با فاصله دست زیاد تو میزم که کلن فاصله دست علی این دلیل داره به خاطر قدش، فاصله پل دستش تا کیوبال زیاده. حتی این نباید در نظر بگیریم لنز این دوربین لنز واید یه کوچولو، تصاویر واقعی نیستن پاد شدنه واقعی، ولی کم تصویر کش میاد. اوکی، اینجا دو تا قرمز رو میزنه اینجا و ببینیم که چه شکلی پکو باز میکنه. ساید راست، افرو راست. خب میز چنگی به دل نمیزنه ولی بدم نیست. اوکی، این تو پرداشته باشه گیر کار حله. اوکی، تا چند روز آینده هم مسابقات آسیایی شروع میشه، حالا ببینم چه برنامه هایی میتونیم براش داشته باشیم، شاید هم هیچ برنامه ای نداشته باشیم، معلوم نیست فعلا. یه روز هم قرار بود برم، هنوز قسمت نشده، قرار بود برم باشگاه علینا هم با خودش هم با مجید عزیز دوتا برنامه باحال ضبط بکنم، حالا ایشالله فکر کنم بشه برای بعد از مسابقات آسیایی دیگه پادکست بگیریم، کار داریم با هم دیگه. ولی الان میخوایم تمرکزمون رو بذاریم روی این 147 ببینیم که چه شکلی رقم خورده. دیگه تمرینی هم نیست، وسط بازیه. استاندارد پل دست آمیانش میشه یک وجب، ولی همینطوری بخواین حساب بکنید دقیق بخواییم به شما بگیم بین 20 تا 25 سانت هستش. میگم این باز به استایل بازی کن فرق میکنه. این یادتون باشه همیشه بازیکن اولویتش اینه که از دستش استفاده بکنه تو از رست، نه اینکه بلد نباشه، نه، اون حس چوب روی دست خیلی اطمینان بیشتری بهت میده برای ضربه زدن، حتی اگه با رست عالی بزنی. یه ترجیح داد یه کوچولو بیشتر کش بیاد ولی از دستش استفاده بکنه تا رست، یه چیز خیلی طبیعیه توی بازیکن‌ها. یه توپ گیره، اونم این توپه، اگه بخوای سرجل حرف بزنی این توپ گیره و ببینیم چی کارش میکنه. بقیه توپ هم شرایطش خوبه، این دوتا هم چنگی به دل نمیزنه زاویه هاش. اما خب نگاه میکنیم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. بچه یکی کاش حواظش به اون ثانیه شمار باشه، ببینیم تو چند دقیقه این 147 رو ثبت کرده. اگر متوجه شدیم برام حتما کامنت بذارید و اگرم از بریک های 147 وطنی خوشتون میاد حال میکنید حتما برام کامنت بذارید، بنویسید بریک 147 وطنی یا بریک های وطنی بنویسید. فارسی انگلیسی همیش فرقی نمیکنه، فقط بنویسید که ببینم چقدر علاقه دارین. اوکی،
تا اینجا این یه کوچولو به نظرم زاویه صاف نیست، ولی فکر کنم با ساید بخواد بیاد این ور پشت مشکی، درست میگم؟ چون واقعا اون این دیگه واقعا اون چیزی که ما میبینیم رو میز نیست، خیلی زاویه هاش فرق میکنه. دیدی مثلا اینو من فهمی که الان با ساید راست بخواد بده ولی با یه افروه ساده زدش. بچه یه چیزی رو توجه بکنی، نکته آموزشیش توی هر دلیوری که انجام میده علی تیپ چوبش به کیوبال نزدیکتر میشه. این کار به شدت به شدت به شدت به شما اعتماد به نفس میده برای ضربه زدن و تو بحث هدفگیریه. یعنی دقیقا همون نقطه ایو که هدفگیری کردین و ضربه میزنین به کیوبال رو دارم میگم. ها اینجا قصه که خوب پیش رفته. اون توپ آبیه؟ آره اون توپی که بالاست آبیه. اوکی 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 یه کم چه حرکتی که اون دوتا توپی که بد دست و بد قلق بود و یه تکونی بهشون داد، یکیش که خوشگل آزاد شد، ولی حالا الان داره انتخاب میکنه که آیا بیاد از شر این توپه خلاص بشه چون به شدت زاویهش بده، فکرم میکنم داره همین کار انجام میده، بعد بره سراغ اون توپه بد دسته. آکه همین کار کرد، باریکلا. میدونی این میره تو مخ بازیکن، مخصوصا موقعی داره الان 147 میزنه اذیتش میکنه. توپه آبی هم تا از اینجای قصه به شما بگم که توپ سه رو یه جورایی ماسک کرده اون پاکت رو، یعنی علناً خودش یه مشکلی هست. اینه که با یه بکسپی میاد پشت مشکی که اینه یه چه هیچ وقت توپتون رو صاف نکنید با مشکی، صاف میکنید داستان میخورید. همیشه باید یه شکستی داشته باشه که بتونید با افای مختلف بتونید پوزیشن بهتری برای توپ بعدی بگیرید. خب الان مطمئن باشین تمام درگیری ذهنیش این توپه. مجید عزیزم یکی از پاکت بیلیارد بازای خوب ایرانه، حتما حتما از تجربیاتش استفاده میکنیم توی این پادکست و ولاگی که با هم دیگه داریم. منتظر این ویدیوها باشین. خب دیگه باید کم کم بریم سراغ اون توپ قرمزه که من منتظرشم. خب ببین آخر سر گذاشت بره سراغ اون توپی که از همه سختره. البته هیچ وقت هم زاویه نگرفت براش که بخواد بزنه ها، اینم در نظر بگیر. ببین اینجا باید پلنشو چیده باشه که با چه اف ای میخواد بیاد پشت اون قرمز. خب قطعا که با دو باند یا سه باند میخواد بیاد پشت اون قرمز با توجه به زاویه‌ای که سفید گرفته. البته اینه به شما بگم شاید بخواد میدل پاکت بزنه، بذارین چیکار میکنه. خب این یه باند، این دو باند، باریکالله باریکالله همون حرفی که من زدم، با سه باند اومد پشت قرمز. وای وای برای کورنر گرفت، باریکالله باریکالله. من فکر کردم یا برای این پاکت میگیره یا برای میدل میگیره، برای کورنر گرفت. باریکالله باریکالله. حالا یه کوچولو نمیدونم زاویه‌اش هم نمیبینیم، احتمالا یه شکست ریزی داره. بوم باریکالله، آفرین آفرین، عجب توپی پسر. این که فکر نمی کنم توپ سختی براش باشه دو به سه اومدنش. من هر چیزی که اینجا دارم میبینم سایت میبینم داره میده، بذاریم درست دارم میبینم.
آره یه کوچولو سایل و قاطیش کرد ولی باریکلا چه سبزی گرفت. آفرین. خب چی رو نگاه کرد؟ نه دیگه فکر نمی کنم دیگه آبیه جایی باشه که قهوه ای رو هم گرفته باشه. حالا بعدا از خودش میپرسم ببینم آیا این نگاه کردنه دلیل داشت، یعنی آبیه جوری بوده که راه پنج رو برای این یکی پاکت ببنده، یعنی دقیقا اینجا میخواست آروم بزنه که قهوه ای رو بگیره، اوکی، یا که میخواست زاویهش رو پیدا بکنه چهار رو چطوری بزنه با پنج راحت بیاد پشت صورتی. این هم میتونه جزو گزینه ها باشه. بچه دست علی اینجا خیلی واضحه، ببین دقیقا دستش تو زاویه 90 درجه، ناکن به کیوبال میخوره، ناکن تیپ چوب ببین، خیلی نکته مهمیه. این واقعا میخوای بازیکن حرفه‌ای بشین باید دستتون تو زاویه 90 درجه برخورد بکنه با تیپ چوبتون با کیوبال. بریم سراغ این از صورتی باریکلا. بریم سراغ توپ 147 باریکلا. خیلی خوب بود باریکلا، آفرین. خب رفقا اینم بود از یه بریک 147 وطنی، تمرینی هم نبود، وسط بازی بود. یعنی این که میگم تمرینی نبود یعنی چیده نشده بود مثلا 100 بار زده بشه و حالا یکیش فیلم برداری بشه، وسط بازی بود این اتفاق افتاد. اگر از این ویدیوهای وطنی هم خوشتون میاد بگیم براتون پیدا میکنم، میذاریم با هم دیگه نقد و بررسی میکنیم، چرا که نه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه، دوستتون دارم، خیلی چکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد هستون که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد هستون که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.